سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو میخوام یه مقدار بیشتر راجع به چشم انسان، هدفگیری با تفنگ و یه سری مطالب فیزیولوژیک و سایکولوژیک، این در واقع روانشناسی و از نظر دید چشم و فیزیولوژی چشم انسان راجع به اینا صحبت کنیم و ببینیم چجوری هدفگیری با ویژگی‌های ساختاری و تکاملی ما تطابق داره یا نداره. یه سری در وسط این صحبت ها به مسائل دیگه مثل این تفنگ زیبا و دلول 9.374R ساخت شرکت برتا گولد سیبل هست و همچنین چیزهای دیگه راجع به سایکولوژی انسان، روحیه انسان شکارچی و از این مطالب هم در لابلای بحث خواهم گفت و امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. و اما بحث اصلی اینه که چطوری ما با یه تفنگ هدفگیری میکنیم. هدفگیری احتیاج به دو نقطه، به طور دقیق تر سه نقطه داره. شما برای اینکه اول یه خط دید یا لاین آف سایت ایجاد کنید به دو نقطه احتیاج دارید تا یه خط به وجود بیاد. در هندسی یه خط از به هم وصل کردن دو نقطه به وجود میاد. بعد با این خط رو طوری درست کنید که بخوره به هدف شما اون قسمت آخرش. بنابراین سه نقطه باید در نظر گرفته بشه. دو نقطه برای ایجاد لاین آف سایت، نقطه سوم خود هدف است و اینکه لاین آف سایت بره بخوره به هدف. در تفنگ‌های کلاسیک و قدیمی این کار خیلی راحت و مستقیم انجام می‌شد. نقطه اول هدفگیری شما مگسک شما بود، اون دو یا در واقع شکاف درجه بهش میگن، شکاف درجه، این rear sight تو انگلیسی. نقطه دوم شما مگسک بود، تو انگلیسی بهش میگن front sight. و نقطه سوم خود هدف بود. کار شما به عنوان شکارچی بود که تفنگ رو درست نشونه بگیرید، یه چشمتون رو ببندید، شکاف درجه، مگسک و هدف رو با هم دیگه هماهنگ کنید، در لحظه مناسب ماشه رو بکشید. شما برای این کار حد اکثر 2 تا 3 ثانیه وقت دارید. چرا 2 تا 3 ثانیه؟ چون هرچی بیشتر بگذره شما عصبی تر و مضطرب تر میشید و نمیتونید ماسل بدن خودتون و فکرتون و چشمتون رو کنترل کنید. شکار یه فعالیت بسیار استرس‌زا هست، در واقع انسان رو به چالش میکشه به اون شکل که تمام اعتماد به نفس و خونسردی و اطمینان و قدرت اراده شما رو در همون 1 ثانیه که باید به شکار هدف بریم و شلیک کنید در واقع نیاز داره و همه اینا رو باید در خودتون جمع کنید تا بتونید به هدف بزنید. و این کار احتیاج به اعتماد به نفس، تمرین و یک سری آمادگی ذهنی و روحی داره. شما نمیتونید یه آدم معمولی رو بیاری بگی حالا شروع کن به هدف بزن بعد برو شکار کن. این فرد باید از اعتماد به نفس بسیار بالا برخوردار باشه، از هوش و بینایی خوب برخوردار باشه، باید تو زندگیش در اون لحظه استرس و استراب نداشته باشه، نگران حقوقش و اخراج شدن از کارش نباشه، نمیدونم با خانمش دعواش نشده باشه، نگران چک پاس نشده نباشه. هر کدوم از اینا شما داشته باشید نمیتونید هدف بگیرید. مهم نیست چه تفنگی دارین چه دوربینی دارین. از مهمترین چیزی که در شکار و هدفگیری لازم هست خونسردی و اعتماد به نفس و قدرت اراده شکارچی است. وقتی همه اینا جمع شد شما در 1 یا 2 ثانیه فقط وقت دارید که اون پروسه هندسی رو انجام بدید، شکار رو، مگسک رو با شکاف درجه و همه اینها رو با شکار هماهنگ کنید. اگر شکار در حال حرکت است باید اون رو تعقیب کنید، ماشه رو بکشید بدون اینکه حرکت دستتون و در تفنگ رو متوقف کنید. تو شاتگان هم همین است، بهش میگم فالو ترو. اگه هر شکار داره حرکت میکنه شما دنبالش میرید، شلیک میکنید و دیگه تکون نمیده، همچنان باید حرکت کنید و شکار رو ببینید مثلا خورد یا نه و ریاکشنش چی بود. اون وقت یه مسئله دیگه وجود داره و این که اگه تفنگتون گلنگدنی هست باید بدون اینکه چشمتون از شکار بردارید یا حالا با لحظه کوتاهی باید تفنگ رو مسلح کنید. اگر شانس داری به تفنگی مثل این تفنگ دلول همراهتون هست به این کار احتیاج نیست، شما یه گوله دیگه دارین و میتونید فقط تنها کافیه دستتون از ماشه جلو و ماشه عقب تغییر بدین و یه گوله دیگه به شکار شلیک کنید و that's it. از این به بعد دیگه باید تفنگ رو باز کنید و دوباره پر کنید و همزمان ببینید چی کار کردید. و معمولا 2 تا شلیک برای هدف گرفتن و از پا در آوردن هر شکاری کافی هست و بنابراین یه تفنگ دلول بسیار خوب یا حتی یه تفنگ تکلول برای شکار بزرگ کافی هست. شلیک دوم معمولا اثر چندانی نداره چون یا شکار فرار کردی یا خودتون نروز شدی یا تکون خوردین و اصلا خیلی سخته که شکاری که رم کرده
یه بار سر و صدای شما رو شنیده بتونید دوباره واقعا هدف بگیرید. ولی خب برای اطمینان خاطر یه تیر دیگه هم داشته باشین، حالا چه تفنگ گلنگدنی چه تفنگ دلول، بسیار خوب است. بنابراین شما حد اکثر دو تا شانس برای شلیک به شکار دارین اگه تفنگ دلول یا گلنگدنی دارین، و حد اکثر هم 2 یا 3 ثانیه وقت برای اینکه تفنگ رو بیاری بالا، شکار رو هدف بگیری و شلیک کنی. اگه زیاد معطل کنی 20 ثانیه همینجور بخوای نگاه کنی که حالا خوبه کی هست بزنم نزنم، به چرخه نچرخید، حالا اونو بزنم، شما نروس میشه، قلبت شروع میکنه به تاپ تاپ کردن، تنفس سریع میشه، دستتون شروع میکنه به عرق کردن، زبانتون خشک میشه، چشمتون شروع میکنه اون مردمکش گشاشن، و همه اینا به خاطر ریسپانسی هست که سیستم عصبی انسان بهش میگن سیمپاتتیک نروس سیستم به وجود میاره و انسان رو از حالت عادی به حالت الرت و هیجان زده و آماده در میاره. این رفتار طبیعی انسان بوده و این به درد حمله کردن یا فرار کردن میخوره، ولی به درد هدفگیری نمیخوره. گفتم هدفگیری یک فعالیت طبیعی در تکامل انسان نبوده و برای هدفگیری با تفنگ تکامل پیدا نکردیم. ما برای حمله کردن به شکار یا فرار کردن به شکار یا همچین چیزی تکامل پیدا کردیم، و انسان‌های بدوی مثلا در آفریقا همچنان اینجوری شکار میکنن، میدوئن و شکار رو خسته میکنن و با یه نیزه یا چاقون رو میکشن و گوشتش رو میخورن. بنابراین این که شما از فاصله دور به هدف شلیک کنی و اینکه بخوای تفنگ رو ثابت نگه داری، این هم یه فعالیت طبیعی انسان نیست. هیچ گونه از ماسل های انسان تکی کار نمیکنه، همه عضلات ما دوتایی کار میکنه، یه عضله دست رو میاره پایین، یه عضله دست رو میاره بالا، یه عضله مردمه که چشم گشاد میکنه، یه عضله دیگه مردمه که چشم رو تنگ میکنه، یه عضله چشم ما رو میچرخونه به راست، یه عضله چشم ما رو میچرخونه به چپ، و همه عضلات با یه بالانس و هم دیگه کار میکنه و یکی از اینا فشار میاد، یکی از اینا اونو برمیگردونه سر جاش. و ما برای ثابت نگه داشتن دستمون یا هیچ عضوی از بدنمون در واقع آمادگی طبیعی و عادی نداریم. ما برای حرکت کردن و موومنت ساخته شدیم. بنابراین انسان خوب میتونه راه بره، میتونه بدوه، میتونه بشینه، میتونه دستشو حرکت بده. همزمان هم وقتی شما چشمتون حتی خیلی دقیق هم به یه جای خیره میشین، چشم شما داره آروم آروم با لرزش اون جسم رو نگاه میکنه. هیچ وقت چشم شما ثابت به یه چیز نگاه نمیکنه و این در علم پرسپشن و فیزیولوژی چشم ثابت شده. هیچ وقت چشم انسان ثابت نمیمونه. این ماسل های چشم در حال لرزیدن هم، این لرزیدن برای دیدن لازم هست. اگه چشم شما ثابت به یه نقطه نگاه کنه، بعد از چند ثانیه اون تصویر از روی شبکیه محو خواهد شد. یکی از چیزهای خارق العاده چشم انسانه. شما باید همیشه چشم باید حرکت کنه. دست باید حرکت کنه. بدن انسان هم باید حرکت کنید. پس این یه نکته که ما دو چشم داریم و فیزیولوژی ما برای ثابت نگه داشتن تفنگ و اینکه چندین ثانیه به طور خیلی خیلی ثابت و بی حرکت تفنگ رو نگه داریم و شلیک کنیم ساخته نشده و مدت زمان کمی برای شلیک وقت داریم، گفتم 2-3 ثانیه. بنابراین کسی که تجربه داره در شکار هم خیلی به قول معروف آمادگی پیدا کرده، کسی که معمولا حتی موقع شکار ثابت هستم در حرکت شلیک میکنه. خیلی از جاها من شنیدم و در ویدیوها دیدم و خودم هم تجربه کردم، خیلی بهتره که مثلا تفنگ رو از پایین بدن شکار بیاری به سمت بالا بیاری و در لحظه مناسب شلیک کنی. این که هیچ وقت شما سعی نکنید تفنگ رو ثابت نگه دارید، این کار سخت و غیر ممکن هست. بنابراین حرکت بهتری حرکت اسموس و پیوسته است که در لحظه مناسب ماشه رو میکشید. حالا باید این حرکت رو آروم از مثلا پشت شکار بیارینش رو هدفی، از پایین بیارید یه بالا، از بالا بیاد پایین، یا حتی من در یه ویدیو دیدم گفت یه حرکت حالت 8 انگلیسی ولی خوابیده مثل علامت بی‌نهایت، اینجوری رو بدن شکار انجام بده، در لحظه مناسب که اون وسط هست شلیک میکنید. به هر حال مناسب تر هست و بهتر هست که با یه حرکت خیلی آروم و پیوسته در لحظه مناسب که رتیکل روی نقطه مناسب روی قلب شکار هست یا اینکه مگسک روی شکار هست شلیک کرد، و این باز شما رو میرسونه به اینکه اصلا اون حالت بزرگنمایی و اینها محلی از اعراب نداره و با مگسک و با دید باز حتی خیلی بهتر میشه شلیک کرد و مسافتی مثلا حدود 100 متر. و این قابل توجه دوستانی هست که خیلی روی دوربین های با دید بزرگ، زوم زیاد، نمیدونم سنایپر اسکوپ 3-24 در 56 میلیمتر، اینا چه نه اونا هیچ کدوم از نظر فیزیولوژی و از نظر روانشناسی و از نظر
هندسی کمک چندانی به شما نمیکنه، یک مفهوم خیالی است که به شما یا این تولید کننده ها سعی میکنن به ما بفروشن، که خب موفق هم هستن. دوربین های بسیار با زوم بالا و بزرگنمایی بالا چندین هزار دلار فروخته میشه، هیچ مصرفی هم نداره، میشه یه چیز 2 کیلویی روی تفنگی که رو هم میشه 5 کیلو 6 کیلو و بعد رو دو پایه گذاشت شلیک کرد و آخرش هم هیچ مصرفی نداره. این یه سری نکات راجع به هدفگیری که دوباره خلاصه کنم خدمتون. هدفگیری یک عمل غیر طبیعی هست که با تمرین و تجربه میتونه آدم انسان اونو به یه حالت تقریبا طبیعی در بیاره. برای هدفگیری همیشه 2 نقطه یا 3 نقطه لازم است، یکیش شکاف درجه، یکی مگسک روی لوله و یکی هدف. در دوربین تفنگ اون 2 نقطه‌ای که هست تبدیل شده به 1 نقطه که میشه وسط رتیکل در دوربین و موقعیت چشم شما پشت دوربین، بنابراین به هدف زدن به این بستگی داره که چشم شما پشت دوربین بالا پایین میره یا چپ و راست بره. و اینو من توی مقاله هم توضیح دادم و یه چیز فیزیکی و هندسی ثابت شده هست. بنابراین فکر نکنید که دوربین تفنگ کار شما رو ساده کرده، فقط به 1 نقطه نگاه میکنه و میزانه شو هدف. نه، مجددا 2 نقطه وجود داره، یکیش رتیکل هست، یکیش چشم شما هست. اگر چشمتون پشت رتیکل بالا پایین بره، خطایی به وجود میاد که بهش میگن پارالکس و باز هم شما به هدف نخواهید زد، مگر در یک حالت خاص و اون حالت اینه که دقیقا فوکاس دوربین و اون هدف در یه فاصله باشه، که در عمل تقریبا هیچ وقت این به وجود نمیاد، چون هدف در فاصله نامعلومی از 50 متر 100 متر و فوکاس دوربین تقریبا همیشه 100 متر. اون 100 متر هم دقیق نیست، اون کارخونه سازنده میگه تقریبا 100 متر، حالا ممکنه 50 متر 150 متر اصلا دقیق نیست و یه چیز اپروکسیمیشن است. این هم بحث شلیک و هدفگیری که این مبحث بسیار جالبی هست. مبحث دومی که اینجا خدمتون خواستم بگم مبحث دید ما بود و اینکه ما موجودی هستیم دو چشم، قبلا هم گفتم، و جالب اینه دو چشم ما افقی هست. شما هیچ جانداری نمی که دو چشم عمودی داشته باشه، گرچه اگر بخواد از نظر دید استریوسکوپی و تعیین فاصله از طریق تراینگولیشن یا مثل حالت مثلثاتی بهش فکر کنی، یه پروسه ای که فیزیولوژیست ها یا سایکولوژیست ها میگن که اون پروسه است که ما اون فاصله رو تشخیص میدیم، خب هیچ فرقی نمیکرد که چشم عمودی قرار بگیره، چشم بالا یا چشم پایین، و بازم میتونست با حالت تراینگولیشن فاصله تشخیص بده. ولی هیچ موجود زنده شما پیدا نمیکنه که دو چشم داشته باشه، دو چشمش عمودی باشه، همیشه افقی هست. هیچ موجود زنده هم پیدا نمیکنه که 3 چشم داشته باشه. درسته حشراتی هستن که مثلا چند چشم، مثلا عنکبوت که 6 تا یا 8 تا چشم داره، اون چشم نیست، این حالت سراوند ویژن است. اصلا عنکبوت زیاد به چشمش تو چیز نمیکنه به طور عادی. بعضی عنکبوت ها هستن بهش میگن جامپینگ اسپایدر، اونا به چشمشون تکیه میکنه. عنکبوت عادی تار میتنه و به اون لرزش و ارتعاش تارش تکیه میکنه. اون چشم یک عضو سکندری یا ترشیاریه احساسی برای اون هست. ولی ما موجود زنده دیگه، تمام موجودات 2 چشم دارن، 2 چشم افقی هست و حرکت چشم و میدان دید ما هم بیشتر در جهت افقی هست و در جهت عمودی. برای دیدن چشم ما نیاز به حرکت داره، بدن ما باید حرکت کنه و در طی حرکت هست که ما اجسام رو درست می‌بینیم، چون چشم ما دوربین نیست که ثابت روی سپایه گذاشته بشه، چشم ما یه جور اسکنر هست، برای اینکه محیط رو اسکن کنه احتیاج به حرکت داره. این حرکت طور ناخودآگاه در خود چشم صورت میگیره، چشم حرکت میکنه، سر ما روی گردن ما حرکت میکنه و گردن ما روی بدن ما هست که در محیط حرکت میکنه. ما موجوداتی متحرک هستیم و محیطمون رو از طریق حرکت تشخیص میدیم. این نکته بسیار بسیار جالبی هست. در این زمینه شیر، پلنگ و سایر حیوانات شکارچی هم مثل ما هستن. حیواناتی که شکار میشن در واقع پری هستن، نه پردیتور، مثل آهو، گوزن، چیز دیگه، اونا دید استریوسکوپیک ندارن، چشمشون روبرو رو نمینه، چشمشون جانب چشمشون هست که میدان دید بزرگتری دارن و در اون ریسپانسی هم که نشون میدن این هست که چیکار میکنن؟ فرار میکنن و هیچ ریسپانس خاصی معمولا نشون نمیدن، تا احساس خطر کردن فرار میکنن، ریسپانس خاصی ندارن. ولی ریسپانس چشم ما به اون چیزایی که میبینه خب بسیار متفاوت هست و بسته چه چیزی دیده ریسپانس مختلف نشون میدیم. و این ما رو میرسونه موضوع سوم، استیمولس و ریسپانس، محرک و پاسخ. موجود زنده از طریق احساساتش، چشمش، گوشش، دستش، بو، یک سری محرک های طبیعی
رو احساس میکنه و به هر کدوم از اینا باید ریسپانس میده. اگه ریسپانس نده استراب پیدا میکنه، اگه نتونه ریسپانس مناسب رو پیدا کنه استراب پیدا میکنه، یا اگه بعد از مدت اینقدر یه محرک تکرار بشه و اون موجود بهش ریسپانس نده، اصلا اون محرک رو دیگه احساس نخواهد کرد. شما هیچ وقت فشار هوا رو رو بدنتون احساس نمیکنه، در حالی که بسیار وجود داره و تمام سلولای بدن ما رو داره هوا فشار میده، ما اینو احساس نمیکنیم چون همیشه بوده و تبدیل به یک چیز دائمی شده. هر چیزی که دائمی باشه ما رو احساس نمیکنه. وقتی میخوابیم و دراز میکشیم دیگه بعد از یه مدت فشار بدنمون رو روی بستر یا سطحی که روش خوابیدیم ما دیگه احساس نمیکنیم که اولش احساس میکنیم. اگه دستتون رو وارد آب بکنین اول سرمای آب و فشار آب رو احساس میکنین، بعد از چند ثانیه دیگه احساس نمیکنین و فقط اون نقطه ای که اینترفیس آب و هوا هست اونجا فشار یا تغییر حرارت رو احساس میکنین. نتیجه گیری چی هست؟ تقریبا تمام حس ما کاپلینگشون به تغییر اون محرک است، نه خود محرک. چشم ما به نور ریسپانس نمیده، به تغییر در نور ریسپانس میده. بویای ما به بو ریسپانس میده و بعد از چند مدت اگه بو تغییر نکنه دیگه بو رو احساس نمیکنه. همین خاطر اگه شما یه جای بد مثل یه مسجد نمازخونه که بوی پا میاد، بعد از مدت دیگه بوی پا رو احساس نمیکنه و قشنگ میتونی بخوابی. یادش بخیر دوره دانشجویی ما این کارو میکردیم. یا برای یه جای خوب مثل یه باغ زیبا که انواع گلا هست و بوی خوب میده، از یه مدت دیگه این بوی خوب رو شما احساس نمیکنید و این یه چیز نرمال میشه. بنابراین اکثر در واقع تمام حس های ما به تغییر ریسپانس میدن و این چیز بسیار مهمیه. اگر یه چیزی ثابت بمونه همجور وجود داشته باشه، بدن ما نسبت به اون ریسپانسش رو از دست میده، اونو طبیعی و یا بی اهمیت تلقی میکنه. و این میرسونه منو به نکته بعدی. اگر شما مرتب یه خبری، یه صدایی، یک چیزی تکرار بشه، اون اهمیتش رو برای شما از دست میده. اگر شما مرتب خبر بد توی تلویزیون بشنوید که فلانجا قتل و غارت شد، فلانجا سیل اومد، فلانجا نمیدونم برق قطع شد، فلانجا تورم شد، شما ریسپانس رو نسبت به همه اینا از دست میده، تبدیل میشه موجود کرخت و برات هیچ اهمیتی دیگه نداره. و این یک چیزی است که در ویدیو قبلی راجع به میدیا گفتم. میدیا اینقدر چیزا رو تکرار میکنه و مرتب سویچ میکنه از یه موضوع به یه موضوع دیگه که سعی میکنه توجه ما رو همچنان به خودش چیکار کنه، نگه داره. اول یه چیز راجع به برف نشون میده تلویزیون، بعد یه چیز راجع به کریسمس، بعد راجع به قتل و کشتار در آفریقا، بعد میره راجع به تورم و گران شدن اینا فلان، بعد راجع به زمستان سخت، بعد راجع به جام جهانی. همینجور فقط موضوع رو عوض میکنه و همیشه اینو تکرار میکنن. خودشون دیوونه میشن. اونایی که اخبار میگن واقعا یه موجودات غیر انسانی و غیر طبیعی خواهند شد که اینقدر جفنگیات مختلفه که انسان باید هر کدوم اینا رو حذف کنه و بهش ریسپانس بده. من باید چه ریسپانسی نشون بدم؟ هیچ. شما همجور بشین نگاه کن جلو میدیا، آخرش به این نتیجه که هیچ ریسپانسی نشون نمیدی. نظر روانی، ذهن و روان شما به هم میریزه، چون به طور طبیعی ما باید به همه این محرک ها ریسپانس نشون بدیم و ریسپانس ما نمیدونیم چی هست. چون نمیدونیم ریسپانس چی هست، استراب میگیریم و ناراحت میشیم و بعد اصلا فراموش میکنیم، ولی اون استراب در بدن ما میمونه و یک حالت روانی و اجیتیشن و اثر بدی متاسفانه میذاره. و این اثری هست که میدیا و تلفن موبایل و شبکه‌های اجتماعی و همه این چیزهایی که محرک‌های بسیار متفاوت و متغیر ایجاد میکنه، بدون اینکه ما بتونیم به سرعت به اینا ریسپانس بدیم یا حذف کنیم یا بفهمیم اثرش تو زندگی ما چیه. ما موجودی نیستیم که برای این همه محرک در این همه فواصل کوتاه و از یک نقطه آمادگی داشته باشیم. ذهن و روحیه ما و تمام فیزیولوژی و سایکولوژی ما همون فیزیولوژی و سایکولوژی مرد شکارچی 10 یا 20 یا 50 هزار سال پیش هست. هیچ تغییر فیزیولوژیک مهمی در بدن ما صورت نگرفته. خیلی مواقع خوب ضعیفتر و بیجونتر هم شدیم، ولی انسان از نظر تکاملی و از نظر بدنی و از نظر ذهنی همون انسان 50 هزار سال پیش، در که محیطش چی شده؟ عوض شده و انسان دیگه به این محیط متاسفانه آداپته نیست. و این آداپته نبودن ما به محیط، به این که ما از چه نظرهای محیط خودمون رو تغییر دادیم، خیلی وقتا فکر میکنیم بهترش کردیم ولی در واقع بهتر نکردیم و خیلی خیلی اثرات نامطلوبی از نظر سایکولوژیکی بر خودمون به وجود آوردیم. اینو شاید انشالله اگر علاقمندی براش وجود داشت و تقاضا وجود داشت از دید دوستان، من در یه ویدیو دیگه توضیح بدم که این چه میسمچی وجود داره بین تکامل معذر یک انسان، یک موجود زنده شکارچی، یک مرد یا یک زن. هر دوی ما متاسفانه هر دو میسمچ هست، ولی مرد بیشتر میسمچ هست تا
زن نسبت محیط مدرن. و من اینو در یه ویدیو دیگه توضیح میدم. لطفا کامنت بذارین و بگین آیا موضوع مناسبی برای صحبت هست یا اینکه از